به نام خدا، سلام. به برنامه مدرسه سیاست خوش آمدید. من سلیم مقیمی هستم. برنامه مدرسه سیاست همانطور که در جریان هستید و شما عزیزانی که برنامه را دنبال می کنید، برنامه است که می پردازد به معرفی اندیشه های سیاسی، مکاتب سیاسی و همچنان واژه های سیاسی که در جهان وجود دارد. ما در این برنامه تمام تلاش خود را می کنیم تا سیاست را با زبان ساده برای شما عزیزان معرفی بکنیم. هدف برنامه مدرسه سیاست ارتقای دانش سیاسی شهروندان است. شما با دنبال کردن این برنامه می توانید به اندوخته های سیاسی خود بیافزایید. و یک نکته را ذکر بکنم که تلویزیون چکات با رعایت اصل بی‌طرفی ژورنالیستی این برنامه را تهیه میکنه و نشر میکنه. و در مورد اندیشه خاص سیاسی، در مورد مکتب خاص سیاسی و در مورد نظام خاص سیاسی نظری را ندارد. در این برنامه میخواییم در مورد نظریه و نوع حکومت فاشیزم صحبت بکنیم و بگیم که فاشیزم چیست. معمولا ما اغلبا گاهی اوقات که بحث های سیاسی را دنبال میکنین و به این شکل گاهی وقتا در خبرها حتی میبینیم که واژه فاشیزم و فاشیست استفاده میشه. آیا تو به حال از خود سوال کردیم که فاشیزم چیست و این که چرا به برخی از افراد فاشیست گفته میشه و خود فاشیست چی معنا و چی مفهوم داره و از کدام زبان گرفته شده و دارای چی تاریخچه‌ای می باشه؟ در این برنامه بیشتر می پردازیم به معرفی فاشیزم و در مورد حزب فاشیست ایتالیا بیشتر صحبت می کنیم. ابتدا خود واژه فاشیزم از یک واژه یا یک کلمه لاتینی ایتالیایی گرفته شده که اسم از او هست فاشیست، که خود فاشیست به معنای میله هایی که بعد از پیش ماموران در خود روم باستان در زمانی که جشن بود اونها را عبور می دادن. یعنی خود فاشیست که یک واژه ایتالیایی هست و در حقیقت لاتینی هست، در روم باستان، در روم که اگر در مورد تاریخی و مطالعه کرده باشیم یک تاریخ بسیار طولانی داره، زمانی که مراسمی بود یا جشن خاصی بود، سربازان و ماموران میله های در دستشان بود و از روبروی پادشاه یا همون مامورانی که در ایتالیا بودند و در روم باستان بودند عبور میکردند، که خود واژه فاشیزم از فاشیست گرفته شده. و خود فاشیزم یک نظریه سیاسی و نوعی نظام حکومتی خودکامه هست که نخستین بار بین سالهای 1922 تا 1945 در کشور ایتالیا به وسیله فردی به نام موسولینی ایجاد شد. برای نخستین بار خود امین واژه فاشیزم بین سالهای 1922 تا سال 1945 توسط فردی به نام موسولینی که حزبی را تشکیل داد به نام حزب فاشیست در ایتالیا در حقیقت ایجاد شد و بنیانگذار و بانی حزب فاشیست خود آقای موسولینی بود، که خود آقای موسولینی هم از کشور ایتالیا بود، که باز در ادامه بیشتر در مورد از این صحبت میکنه. فاشیزم را میتوان به چشم نیروی سومی نگاه کرد که میان سرمایه‌داری و کمونیسم قرار دارد. برخی از سیاستمداران و افرادی که در حوزه سیاسی آگاهی دارند میگن خود فاشیزم بین نظام سرمایه‌داری و نظام کمونیسم و اندیشه کمونیسم قرار داره، در بین از اینها میتونه واقع باشه، چون تفاوت‌هایی را داره و گفتم که بیشتر در بین این دو اندیشه قرار داره، که باز انشاءالله در برنامه های آینده در مورد کمونیسم و همچنان در مورد نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم بیشتر صحبت میکنیم و همچنان در مورد امپریالیسم. فاشیسم و نازیسم اشکال مختلف دیکتاتوری هست که در شرایط بحران اقتصادی برای حفظ حکومت از به قدرت رسیدن سایر بخش های جامعه در یک جامعه حاکم میشه. همونطور که در آغاز گفتیم خود مدل و شیوه حکومتداری و اندیشه فاشیزم
بیشتر شکل دیکتاتوری را دارد. دیکتاتوری به این معنا که یک فرد در رأس یک نظام قرار میگیره و هر امری که میکنه بقیه افرادی که در او جامعه هستن باید که از او امر پیروی بکنن. و اندیشه نازیسم و فاشیسم را برخی از سیاستمداران و افرادی که در اوجه سیاست آگاهی دارن تقریبا گفتم مترادف یک دیگر هستند و زیاد با یک دیگر شباهت دارند که باز در برنامه‌های بعدی در مورد اندیشه نازیسم صحبت خواهیم کرد. تنها در این برنامه کافی است که حالا یک مقدار در مورد اصول صحبت بشه. بعد از این که در سایر نظام‌ها ای استفاده شد، می‌بینید که حالا افرادی هستند که گاهی وقت‌ها به بعضی از افراد میگن که فلان کس یک فرد فاشیستی هست. فاشیست ها اونها را ملی‌گرا و همچنان نجات پرست هم تلقی می کردن و افرادی بودند که نجات خود را نسبت به نجات های دیگری که در جهان وجود داشت، نسبت به انسان های دیگری که در ایتالیا و در اروپا وجود داشت برتر می دانستند و می گفتند که ما نسبت به سایر افراد برتر هستیم و برتری داریم. حالا اگر فرضاً شما یک برنامه را دنبال میکنیم یا در یک محیطی یک فرد به فرد دیگه میگه که تو یک فرد فاشیست هستی و فلان فرد یک فرد فاشیست هست، به این مفهوم که او فرد یک فرد نجات پرست و همچنان یک فرد ملی‌گرا میباشد که تنها منافع نجات خود را و تنها منافع عمو قومیت خود را در نظر میگیره. و این اصطلاح سیاسی معمولا در چنین مواردی هم استفاده میشه و به این شکل میشه گفت که کاربرد داره. همچنان فاشیسم هر برنامه‌ای که به منظور برپا کردن تمرکز حکومت مطلقه با سیاست و روش خشک و خشن ملی باشد برای عملی کردن آن رژیم به کار میرود. اما طور گفتیم نوع حکومت مطلقه هم میتونه باشه و نوع حکومت خشن و خشک هم هست. یعنی افرادی که حالا نوع نظامشان نظام فاشیستی میباشه و بیشتر به این اندیشه باور دارن، حکومت‌هایشان حکومت‌های مطلقه هست، حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های دیکتاتوری میباشه که بیشتر به این باور هستن که ما برترین نژاد هستیم و ما هستیم که به معنای واقعی در یک نظام حکمرانی میکنیم و جایگاه ما جایگاه خاصی هست که باز در ادامه در مورد شعارهایی که فاشیست ها میدادن بیشتر صحبت خواهیم کرد. به همین شکل فاشیسم هر برنامه‌ای که به منظور برپا کردن تمرکز حکومت ملی مطلقه با سیاست و روش خشک و خشن ملی باشد گفته می شود که همونطور که گفتیم در آغاز برنامه نوع حکومت فاشیسم که از این اندیشه استفاده میشه در او شکل حکومت ملی مطلقه را داره و شکل خشک و خشن هست که برای شهروندان اون اجازه را نمیده که به راحتی بتوانن ابراز عقیده بکنن و افکار خود را بیان بکنن. البته این نوع حکومت فاشیستی در قرن 21 که ما و شما زندگی میکنین حالا میشه گفت که در جهان وجود نداره و این قبل از جنگ جهانی دوم که در سال 1945 به پایان رسید تا او زمان وجود داشت که باز در مورد تاریخچه فاشیسم هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. و به این شکل بیننده‌های محترم، برتری نژادی، حکومت استبدادی و اعمال زور و خشونت هم در اندیشه فاشیسم جایگاه خاصی را داره و فاشیست ها افرادی بودند که نجات پرست بودند و ملی‌گرا بودند و تفکیک ایجاد میکردند بین انسانها و بین افرادی که حالا در امون زمان در ایتالیا اونها زندگی میکردند و خود را نژاد برتر نسبت به سایر نژادها میشمردند.
ملی‌گرایی افراطی و خشن با حمایت توده مردم که متکی بر نقش عالی رهبر و قدرت حکومت بود، در او ارتش نا وجود داشت. به این معنا که قدرت اصلی در نزد فاشیست ها در دست یک فرد بود و همه افراد مجبور بودند که از امو فرد پیروی بکنند و اندیشه های او را باور بکنند و اندیشه های او را در زندگی خود عملی بکنند، که اندیشه های فاشیست ها همونطور که گفتیم اندیشه بود متکی بر نژاد پرستی، خشونت، قومگرایی، که حالا خوشبختانه در حال حاضر در جهان این اندیشه ها میشه گفت که وجود نداره تا اون حدودی که حالا در اون زمان گذشته جایگاه خاص خود را داشت. اما مانند هر اندیشه‌ای و هر نظامی، خود اندیشه سیاسی و نوع حکومت سیاسی فاشیسم دارای اصولی می باشه که خود آقای موسولینی در سال 1932 در دانشنامه ایتالیا چنین و به این شکل اونها را بیان کرده بود که اصول فاشیسم به شرح زیر می باشه که ما در مورد اونها یک توضیح کوتاهی هم میدم. یک، عدم اعتماد به سودمند بودن صلح. فاشیست ها به این باور بودند که صلح نمیتونه راهکار باشه و تنها با اعمال جنگ و با اعمال زور میشه که یک نظام و یک حکومت خوب داشت و به اندیشه صلح باوری را نداشتند. فقط میگفتند یگانه راه رسیدن به قدرت سیاسی و یگانه راه حکومتداری خوب در یک نظام سیاسی فقط بحث اعمال زور و جنگ هست. تنها از راه تفنگ و از راه جنگ می شود که ما به یک حکومت خوبه برسه. فاشیست ها به این عقیده بودن. دوم، مخالفت با اندیشه های سوسیالیستی، که با اندیشه های سوسیالیستی افرادی که فاشیست بودن کاملا مخالف بودن، که باز در برنامه های آینده در مورد اندیشه های سوسیالیستی و در مورد سوسیالیسم بیشتر صحبت خواهیم کرد. و همین شکل مخالفت با لیبرالیسم و با آزادی هم مخالفت داشتند، که باز در برنامه های آینده مدرسه سیاست در مورد لیبرالیسم هم صحبت میکنیم، چون یکی از اندیشه هایی هست که خیلی مهم هست که همه افراد در مورد او آگاهی داشته باشند. تابعیت زندگی همه گروه ها از دولت. خود فاشیست ها به این باور بودند که همه مردم، همه شهروندان مکلف هستند که از هر گونه قانونی که در امون نظام فاشیستی ایجاد میشه باید که همه افراد پیروی بکنند و اون نظام را کاملا قبول داشته باشند، بدون اینکه کدام نظری در مورد از او بدن. حالا اگر نظام فاشیستی به فایده مردم یا به ضرر مردم باشه، مردم نمیتونن که تصمیمی رو بگیرن و به شکل دیکتاتوری بالای اونها در امون زمانی که وجود داشت تدبیر میشه. تقدس پیشوا تا سرحد امکان. در نظام فاشیسم و اندیشه فاشیسم پیشوا تا جایی که ممکن بود باید در پیش مردم جایگاه خاص را می‌داشت و پیشوای خود را و رهبر خود را و کسی که در رأس امون اندیشه قرار داشت، همه افراد باید مانند یک فرد مقدس و یک فردی که دارای کاریزما بود باشه به او نگاه بکنن. مثلا خود موسولینی که رهبر حزب فاشیست بود، در حقیقت به او احترام خاص شده در همون زمان در خود ایتالیا، مردم ایتالیا داشتن، چون ناچار بودن دیگه چاره ای نداشتن و غیر این که به او فرد احترام بگذارن. مخالفت با دموکراسی یکی دیگر از اصولی هست که در اندیشه فاشیست جایگاه خاص خود را داره و فاشیست ها به این باور بودند که دموکراسی بلهوسی در یک جامعه است و با اندیشه دموکراسی کاملا مخالف بودند. و همونطور که می دانیم دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم هستند که حق رأی دارند، حق انتخاب شدن دارند، حق انتخاب کردن دارند، حق آزادی بیان دارند، که خود فاشیست ها در حقیقت با دموکرات ها در این حوزه کاملا اختلاف نظر داشتن، چون فاشیست ها به آزادی بیان، به رأی مردم، به انتخابات، به این مسائل اصلا اهمیتی نمیدادن و میگفتن که ما اینا را قبول نداریم.
و دموکرات ها همونطور که میدانین افرادی هستن که با آزادی بیان، به رای دادن، به انتخاب شدن و این مسائل عقیده من هستن و اینها را باور دارن که ما در بحث معرفی نظام دموکراتیک در این مورد صحبت کردیم. اعتقاد شدید به قهرمان پرستی هم یکی دیگر از اصول اندیشه فاشیسم بود که قهرمانان خود را اونها پرستش میکردند و علاقه شدیدی به اونها داشتند و اونها را زیاد دوست داشتند. اگر سریال هایی که در گذشته در روم باستان از روم باستان تهیه شده باشه و اون گلادیاتور هایی که در روم باستان وجود داشت و استادیوم های جالبی که در اونجا وجود داشت، یک فرد حالا می آمد در داخل میدان و با یک فرد دیگر مبارزه میکرد و قهرمان میشد، مردم به او احترام خاصی را داشتن. و میشه گفت که با خود قهرمان و به قهرمانان احترام خاصی را داشتن و قهرمانان را خود فاشیست ها زیاد دوست داشتن و همچنان یکی دیگر از اصول فاشیست ها و در اندیشه فاشیست خود نظام تبعیضی بود که یک از فقط در او دوران وجود داشت. اما بعد نیه که در مورد سرگذشت فاشیسم صحبت بکنیم. چگونه فاشیست ها روی قدرت آمدن در ایتالیا و چرا اون محبوبیت دریافت کردن و اون جایگاه را در ایتالیا دریافت کردن، به چی دلیل؟ حالا ما که صحبت کردیم در مورد اینا، گفتیم که همچین اندیشه را داشتن، حالا نجات پرست بودن مهینا، چطور شد که اندیشه فاشیسم جایگاه خود را در ایتالیا باز کرد و افراد هم به اونها باورمند شدند و رفتند، حتی سرباز شدند و در امان اندیشه و طبق امان اندیشه عمل کردند و اون اندیشه را قبول کردند. پس از پایان جنگ جهانی اول که در سال 1918 به پایان رسید، کشور ایتالیا مانند سایر کشورهای اروپایی درگیر مشکلات اجتماعی، اقتصادی، اعتصابات، شورش‌ها و تصرف زمین‌ها به وسیله روستاییان در نواحی کشاورزی بوده که از مسائل بسیار پرآشوب بود در امان زمان در ایتالیا، زمانی که جنگ جهانی اول در سال 1918 به پایان میرسه. وضعیت اسفبار حاکم هست در اروپا، چون در جنگ جهانی اول در حدود 10 میلیون انسان کشته میشه و خرابی های زیادی در اروپا مخصوصا ایجاد میشه، چون جنگ جهانی اول از اروپا آغاز گردید و از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی، از نگاه سیاسی، از نگاه فرهنگی یک ضربه مهلک رزد برای اروپایی ها و در غرب با مشکلات زیادی مردم روبرو شدن. در کشور ایتالیا هم بعد از جنگ جهانی اول مردم با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکردن، از جمله مشکلات اقتصادی که از مهمترین اونها میشه گفت که به او اشاره کرد و به این شکل خود بس مشکلات اقتصادی و اعتصابات و شورش هایی که در ایتالیا به وقوع پیوست و مردم از حکومت اصلا راضی نبودن، اینها تماما دست به دست هم داد و مزیدی بر علت شد تا آقای موسولینی بیایه و حزب فاشیسم در خود کشور ایتالیا ایجاد بکنه. چون مردمی که در ایتالیا بودند بعد از پایان جنگ جهانی اول با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکردن و دولت هم به آنها رسیدگی خوبی را نمیکرد، این بود که در سال 1922 موسولینی آمد و حزب فاشیست در خود کشور ایتالیا بنا کرد و وعده داد به مردم ایتالیا که کشور را نجات دهد از این وضعیت بد اقتصادی تا اینکه مانند قدیم ایتالیا تبدیل شود به یکی از کشورهای بزرگ. و خود موسولینی زمانی که در رأس این حزب قرار گرفت گفت که من به حدی کار میکنم
تا اینکه مانند گذشته همون شان شوکتی که ایتالیا در زمان روم باستان داشت و امپراتوری بزرگی که در روم بود، ما بار دیگر این امپراتوری را زنده میکنم و جانگوشایی میکنیم تا اینکه باز هم ایتالیا از نگاه اقتصادی و از نگاه پیشرفت های سیاسی به جایگاه ویژه‌ای در سطح منطقه برسد، که در حقیقت این وعده ها باعث شد که مردم از موسولینی حمایت بکنند و به حزبی که خود آقای موسولینی ایجاد کرده بود بیشتر اضافه بشند و بیشتر به اون حزب بپیوندند. جنگ، سال، انفجار و ویرانی، پیشرفت، استعمار، آتش بس، سقوط یک نظام سیاسی، همه این مقوله ها محصول سیاست گذاری های سیاست مداران در یک کشور می باشد. داشتن دانش سیاسی ساکنان یک کشور را یاری می رساند تا در نجات کشورشان از بدبختی سهم داشته باشند. فاشیسم همه نوع افرادی را به خود جلب می کرد، مانند افراد ناراضی، سربازان، افرادی که بیکار بودند و از طبقه مایوس و افرادی که جوان بودند و زمینه کاری برایشان مساعد نمی شد، اینها می آمدن به این حزب اضافه می شدند و اندیشه فاشیسم را قبول می کردند و برای همه افراد این فضا را آماده کرده بود. و به این شکل استدلال سیاسی اونها این بود که تروریسم و جنگ های خیابانی باید در داخل جامعه باشه. افرادی که به حزب فاشیسم اضافه می شدن اینها درگیری هایی داشتن با خود حکومت ایتالیا در امان زمان و در امان دوره، و زمانی که اینا به حزب وارد می شدن لباس های سیاه داشتن و معمولا فاشیست ها در امون زمان لباس سیاه می پوشیدن، اما با چکمه و پای خود می کردن و بپرداختن به نبرد و بپرداختن به جنگ در امان دوره و در امان زمان. و بیننده محترم، فاشیست ها و خود موسولینی که در رأس حزب فاشیسم قرار داشت شعارهای بسیار جالبی را داشت، که از مهمترین شعارهایی را برای شما ذکر بکنم، که یکی از شعارهایی که معمولا میدادن میگفتن که کشور وجدان عمومی بشریت است، که این شعار فاشیست ها بود. و شعار دیگرشان این بود که میگفتن همیشه عقل با موسولینی هست، یعنی خود موسولینی که در رأس این حزب قرار داشت همیشه میگفت عقل با منه و تصمیم گیرنده نهایی خودم میباشم. شعار دیگرشان این بود که بس نه، تنها اطاعت، یعنی به مردم خود این رو گوشت میکرد که شما بس نکنید، تنها از کارها و از اوامری که من میگم مجبور و مکلف هستیم که اطاعت بکنیم و ایمان بیاریم و بجنگیم تا که ما به اون جایگاه واقعی خود بتونیم برسیم و بتونیم که کشور ایتالیا را تبدیل بکنیم از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، به یکی از کشورهای بزرگ و یکی از کشورهای توانا. دوستان عزیز، سایر دیکتاتوری هایی که در سال 1930 روش های سیاسی ایتالیایی فاشیست را تقلید کرده و آن را با اوضاع و شرایط آداب سنن کشور خود تطبیق دادن هم در امان زمان بود، یعنی این که افرادی، حالا گروه هایی مانندی که در اسپانیا جنرال فرانکو، آقای جنرال فرانکو در اسپانیا ارتش را با اشرافیت و کلیسای کاتولیک پیوند داد و رژیم فاشیست را تا دهه 1975 به حیات خود در حقیقت میشه گفت ادامه داد، که اونها او را میشه گفت که تقلید کردن و عوادارانی هم داشت. و نهایتاً تا سال 1975 میلادی، یعنی اواخر قرن بیستم، این حزب و این اندیشه میشه گفت که در حقیقت طرفدارانی داشت و بعد از اون جایگاه خود را از دست داد و بعد از اینکه با در جنگ جهانی اول شکست خوردن فاشیست ها و نازی ها، بعد از اون دیگه اون جایگاهی که داشت
از دست داد و دیگر کسی به این اندیشه باور نداشت و به این طرز حکومت کسی باور نداشت. این بود معرفی فاشیسم. امیدوارم که به اندوخته های شما اضافه شده باشه و شما بیننده محترم این برنامه را میتونیم که به شکل کامل از طریق چینل یوتیوب تلویزیون چکات و از طریق وبسایت تلویزیون چکات برای خود دانلود بکنید و دوباره تماشا بکنید. باشم در پایان میگم که تلویزیون چکات با رعایت اصل بی‌طرفی ژورنالیستی این برنامه را تهیه میکند و در مورد اندیشه و همچنان در مورد مکتب خاص سیاسی نظری را ندارد. تا برنامه دیگر، خداوند حافظ و نگهدار شما.